در ادامه درگیری ها در سراسر غزه روند کمک رسانی به نیازمندان و آوارگان دشوار شده، هرچند انبوه کمک های غذایی از چند روز پیش از راه اسکله موقت وارد این سرزمین می شود. همچنین اعتراض مخالفان نتانیاهو و دولت او در گوش و کنار کشور از جمله تل‌آویو ادامه دارد. مخالفان دولت را به کمکاری در آزاد کردن گروگان ها متهم می کنند. همکارم سیران شرفی گزارش می ده. روز پنجشنبه اسرائیل به مدرسه ای در خان یونس حمله هوایی کرد. این مدرسه به گفته فلسطینی ها پناهگاه آوارگان بوده. چشمانداز رفح از جنوب اسرائیل. ستون دود پس از حمله شبانه ارتش به مواضع حماس و جهاد اسلامی. اون آشپزخونه خیلیه یه روز نیاد اینجا، چیزی برای خوردن نداریم. مواد غذایی خیلی گرونه. قحطی داره میاد. بدون اون کمک‌های روزانه قحطیه. مگه خدا مشکل ماها رو حل کنه؟ با تعمیر و راه اندازی اسکله موقت، کامیون‌ها از 3 روز پیش در حال انتقال مواد غذایی از راه دریا به داخل غزه اند، اما درگیری‌ها امکان رساندن کمک به نیازمندان را دشوار ساخته است. ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از حمله حماس به کاروان امدادرسانی یونیسف در شمال غزه در روز چهارشنبه خبر داد. ارتش میگوید با هماهنگی وزارت دفاع اسرائیل و یونیسف قرار بود این کاروان کودکان فلسطینی را از شمال غزه به جنوب ببرد و به خانواده‌هایشان تحویل دهد که هدف حمله حماس قرار گرفت. وزیر دفاع اسرائیل در پایان سفر اخیر به واشنگتن و دیدار با مقام‌های دولت بایدن به خبرنگاران گفت جنگ ما با مردم غزه و لبنان نیست. ما به بازگرداندن همه گروگان‌ها به کشور بدون استثنا متعهدیم. به دفاع از مردممان متعهدیم. اما همه بدانند جنگ ما با مردم غزه نیست، با مردم لبنان هم نیست. جنگ ما با حماس، با حزب الله و حامیان آنها، یعنی رژیم ایران است. ما و شخص من به کمک رسانی به غزه متعهدیم. این جنگ با کسانی است که در صدد آسیب رساندن به ما هستند. با قدرت و حرارت به پیش خواهیم رفت. مخالفان نتانیاهو در اعتراض به آنچه کمکاری این دولت در آزاد کردن گروگان ها می نامند، بامداد پنجشنبه در پر رفت و آمدترین ساعت ها یک بزرگراه اصلی در مرکز کشور را بستند و در تل‌آویو انبوه جمعیت معترض خواستار کنارگیری دولت نتانیاهو و برگزاری انتخابات شدند. این معترض خواهان توقف فوری جنگ غزه است. راه حل به نظرم توقف جنگ غزه است، برگردوندن گروگان هاست. یه راه حل کلن دیپلماتیک. این نظر منه. اما نظرخواهی ها همه نشان دهنده حمایت اکثریت مردم اسرائیل از جنگ با حماس و نابود کردن این سازمان است. سیران شرفی، صدای آمریکا.